بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. سلام، وقتتون بخیر، طاعتتون قبول باشه ان شاء الله. الحمد لله یک شب دیگر و یک برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم و برنامه معراج را از تلویزیون محسن علیه السلام به شما عزیزان تقدیم میکنیم. افتخار این رو دارم که در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد بهرمند باشه. سلام علیکم آقا. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید، موفق و منصور باشید. محضر همه بینندگان عزیز و محترم سلام عرض ادب دارم و انشاءالله ماه پرخیر و برکتی داشته باشند و مشمول دعاهای امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باشند در خدمتون. انشاءالله خدمت از بنده است. ممنونم از حضورتون. دوستان همراه ما باشید از طریق فیسبوک و یوتیوب تلویزیون امام حسین علیه السلام. بفرمایید روایت برنامه رو ببینید. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. إطاعت از أئمة خدا عليهم السلام، إن همون إطاعت از رسول خداست صلى الله عليه وآله، چرا چون امام عليه السلام علمش از ناحية پیغمبره و از ناحية خدای تبارک و تعالی است و همینطوری که پیغمبر خدا منور به نور عصمته، امام علیه السلام هم دارای نور عصمته. خطا و اشتباه و لغزش و سهو و نسیان و گناه و معصیت درباره اونها اصلا تصور نمیشه. لذا قرآن کریم اطاعت از حضرات ائمه هدی علیه السلام را بر همه فرض و لازم دونسته و فرموده یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. درباره این که چه تأثیری دارد این اطاعت و چه نقشی میتونه در زندگی انسان مطیع داشته باشد، روایات بسیار از جمله سخن نورانی است از مولای متقین آقا امیر المؤمنین علیه السلام که میفرماید ان اطعتمونی فإني حاملكم على سبيل الجنة وإن كان ذا مشقة شديدة ومذاقة مريرة. فرمايت اگر شما مؤمنين اهل ايمان از من علي بن ابي طالب عليه السلام بعنوان خليفه خدا و امام بر شما از من اطاعت کنید، من شما را پیش میبرم به سوی بهشت. سرانجام اطاعت از اولیاء امور یعنی اطاعت از امامان معصوم علیهم السلام رسیدن به بهشت، رسیدن به اون سعادت ابدی دائمیه. گرچه میفرماید این اطاعت امر سهل و آسانی نیست، اطاعت از ائمه و در خط ائمه بودن دارای مشقت بسیاره، دارای زحمت بسیاره و گاهی اوقات مزه آن مزه تلخیه، ولی این مزه تلخ را اگر انسان درش تحمل کنه و صبر کنه سرانجام امرش موفقیت و شیرینی است، پیروزی و عاقبت یک شیرینی و یک حلاوت دائمی و همیشگی را به دنبال خواهد داشت. درباره اطاعت از ائمه هدی علیهم السلام حدیثی است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که همه بندگان خدا را مورد خطاب قرار داده
آقا رسول الله فرمودن ایها الناس، ای مردم، مؤمن و کافر همه مورد خطابن در این کلام نورانی. میفرماید ان علی، این علی علیه السلام، امامکم، و امام بر شماست، نه فقط امام اهل ایمانه یا ایمان شیعیانه، امام مسلمان و غیر مسلمانه همه باید امامت او را به دلیل بپذیرن، به دلیل قبول کنن، همینطوری که همه ملزمن به قبولی توحید نسبت به امامت امیر المؤمنین علیه السلام، اینطور هستن، باید با دلیل امامت امیر المؤمنین سلام الله علیه را بپذیرن. ان علیان امامکم و خلیفت علیکم، او جانشین من بر شماست، و هو وصیی، اونی که به وصیت من عمل می کند و نمیگذارد وصیت من به زمین بمونه، او علی ابن ابی طالبه، وزیر منه و اخی، برادر منه. و وقتی که وارد مدینه منوره شدن، آقا رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن، خطاب کردن به مسلمانان که هر کدام برای خودشون برادری از بین مسلمین انتخاب کنن، هر کسی رفت سراغ دیگری، تنها امیر المؤمنین علیه السلام باقی موندن. و پیغمبر اکرم آمدن جلو و فرمودن برادر من از بین همه شما علی ابن ابی طالبه. فرمودن و ناصری، او یاری کننده منه، امیر المؤمنین علیه السلام با قلب، با زبان، با عمل ناصر و یاری کننده آقا رسول الله صلی الله علیه و آله بودن. و زوج ابنتی، فرمودن او همسر دختر منه، دختر پیغمبر اکرم که فاطمه زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها، تنها همسر او امیر المؤمنین علیه السلام، که روایت می فرماید اگر علی نبود، لولا علی لما کان لفاطمه کفون، هیچ مردی لائق همسری حضرت زهرا علیه السلام را نداشته، من الاولین والآخرین. و ابو ولدی یا ابو ولدی، او پدر فرزندان من است امیر المؤمنین علیه السلام، و صاحب شفاعتی، آقا رسول الله دارای شفاعت کلیه هستند در روز قیامت، همه محتاج شفاعت آقا رسول الله، ولی تحقق این شفاعت به وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام، تا کسی مولد عنایت مولا امیر المؤمنین قرار نگیرد، شفاعت رسول الله شامل حال او نمی شود. و هو صاحب حوضی، حوض کوثر، که متعلق به آقا رسول الله، اونی که سرپرستی حوض کوثر را به عهده دارد، وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام. و صاحب لوائی، لواء حمد که مربوط به آقا رسول الله، اونی که پرچمداری می کند و همه باید زیر این لواء و زیر این پرچم باشند تا برن به سمت بهشت، آقا امیر المؤمنین علیه السلام. لذا می فرماید من انکره فقط انکرنی، هر کسی منکر او باشد، منکر من رسول الله شده است. پس اینجور نیست که کسی ادعای اسلام بکند، ادعای طرفداری از رسول الله را بکند و بگد من مسلمانم، در حالی که منکر وجود مبارک امیر المؤمنین و فضائل امیر المؤمنین باشه. و من انکرنی فقط انکر الله، اونی که منکر رسول الله باشد، یعنی خدا را منکر شده، در نتیجه منکر فضائل امیر المؤمنین علیه السلام، یعنی منکر خدای تبارک و تعالی و منکر فضائل و صفات خدای عز و جل خواهد بود. اما من اقر به امامته، اونی که خدا توفیقش داده، قلبش را روشن کرده و اقرار بکنه و اذعان داشته باشه به امامت امیر المؤمنین علیه السلام، فقد اقر به نبوتی، این به
نبوت و رسالت من پیغمبر خاتم اقرار کرده و ایمان آورده، و من اقر به نبوتی فقط اقر به وحدانیت الله عز و جل. اونی که اقرار کرده به نبوت آقا رسول الله بعد از اقرار به امامت امیر المؤمنین علیه السلام، این در واقع اقرار کرده به وحدانیت خدای عز و جل، یعنی توحید تحقق پیدا نمی کند الا به واسطه اقرار به ولایت آقا امیر المؤمنین علیه السلام، به خاطر اینکه او وجود مبارکش مظهر صفات خدای عز و جل و نور خدای تبارک و تعالی در کل عالم و در کل هستیه. در ادامه می‌فرماد ایها الناس، همه این حدیث مقدمه این جمله است که مورد بحث ما این جمله است. ایها الناس، مردم، من عصا علیاً، هر کسی که زیر بار اطاعت مولا نره و نسبت به فرامین مولا مخالفت داشته باشه، مخالفت داشته باشد با امیر المؤمنین علیه السلام، فقد عصانی، این با من رسول خدا مخالفت و عصیان داشته. یعنی معصیت امیر المؤمنین معصیت با آقا رسول الله، و من عصانی فقد عصى الله، و کسی که مخالف آقا رسول الله باشه یعنی مخالف خدای تبارک و تعالی، در نتیجه اطاعت از امیر المؤمنین اطاعت از خداونده، و مخالفت با امیر المؤمنین علیه السلام مخالفت با خدای تبارک و تعالی. وجود پر خیر و برکت حضرت زهرا علیه السلام که روایت می فرماید خیر اهل الارض فاطمه، آقا رسول الله فرموده فاطمه خیر اهل الارض. این خیر اهل الارض یک جمله خیلی زیباییه که یه معنایی دارد که عموم متوجه میشن و آره معنا میکنن، یعنی بهترین اهل زمین حضرت زهرا علیه السلام، از بین اهل زمین کسی بهتر از او پیدا نمیشه، خیر اهل الارض. ولی استاد بزرگوار ما میفرمودن خیر اهل الارض، یعنی خیر است برای اهل ارض، برکت اهل زمینه، وجود پر منفعت است برای اهل زمین، و همه محتاج لطف و عنایت حضرت زهرا علیه السلام. حضرت زهرا میفرماید این اطاعت از ائمه هدا علیهم السلام نظاما للمله، باعث نظم در ملت اسلام است، باعث نظم در احکام دین الهی. اینکه نظم واقعا چه ارزشی دارد، باید بریم سراغ کلمات نورانی ائمه هدا علیهم السلام درباره نظم، که در حالات آقا رسول الله صلی الله علیه و آله داشتن، هر وقت به نماز جماعت می ایستادن اول صفها را منظم می کردن، و گاهی عملا خودشون وارد می شدن، و اگر صف نامرتب بود، صف جماعت نامرتب بود، خودشون آن را مرتب می کردن. امیر المؤمنین سلام الله علیه در یک وصیتی، آخرین وصیتی که داشتن به امام حسن و امام حسین بعد از اینکه اون ملعون ازل و ابد اون ضربت را به فرق مبارک امیر المؤمنین علیه السلام وارد کرد، اینجور فرمودن به امام حسن و امام حسین، فرمودن اوصیکما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی به تقوی الله و نظم امرکم. میفرماد این وصیت نه فقط به شما دو نفر، یعنی به امام حسن و امام حسین، من وصیت میکنم شما را، و وصیت میکنم تمام فرزندانم را، و وصیت میکنم تمام خاندانم را، و وصیت میکنم هر کسی که تا قیام قیامت این وصیت من به گوش او میرسد. به چی شما را توصیه میکنم و سفارش میکنم؟ به دو امر مهم. یک، تقوای الهی، باید از خدا بترسید، مراقب خدا باشید، بدانید خدا زنده است، حی است، قیوم است،
لا تأخذه سنة ولا نوم، سمیع بصیر بیناس شنواس میبینه و چیزی از اعمال بندگانش از علم او پنهان و مخفی نیست. باید تقوا پیشه کنید و ثانیاً و نظم امرکم، باید در کارهاتون چی باشید؟ منظم باشید. حالا این نظم واقعا به همین معنای ظاهری است؟ بله. این نظم چیه؟ نظم، نظم در زندگی، نظمی که عاقبتش بهشته. چنان باید امور ما منظم باشه، یعنی کاری انجام بدیم که مورد رضای خدای عز و جل. این نظم یک واجب عقلیه، یک واجب شرعیه. از این جهت حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن طاعتنا نظاما للمله. این نظم کجا کی تحقق پیدا میکنه؟ وقتی که در اطاعت، وقتی که در اطاعت اهل البیت علیهم السلام باشی. یعنی با این نظم انسان وارد چی میشه؟ وارد به بهشت میشه. قرآن کریم فرموده واعتصموا بحبل الله، چنگ بزنید، حتما باید چنگ بزنید. واعتصموا، اعتصموا فعل امر، لازم است بر شما اهل ایمان که چنگ بزنید. به حبل الله جمیعا، همتون، سیاه و سفیدتون، عرب و عجمتون، شرقی و غربیتون، دیروز امروز و فردا، همیشه به ریسمان محکم الهی باید چنگ بزنید. ولا تفرقوا، و تفرقه نداشته باشید. اون ریسمان محکم الهی کدومه؟ همون ولایت ائمه است، همون اطاعت از ائمه هدا علیهم السلام که حضرت زهرا فرمودن اگر اطاعت بکنید، که این طاعت برای شما نظم است، یعنی باعث میشد شما متفرق و متشتت نباشید. هرچه نظم در امت اسلام بیشتر باشد، ابهت مسلمان ها بیشتره و خوف و رعب از مسلمان ها در دل کفار ایجاد میشه. اما اگر کفار، اگر مسلمین متفرق باشند، متشتت باشند، با هم اختلاف داشته باشند، با هم نزاع داشته باشند، باعث ضعف مسلمان ها میشه و باعث میشه که کافرها بر مسلمین چیره بشن و سلطه پیدا کنن. و این اتحاد بله. پیدا نمی شود الا در سایه ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. اول منادیان وحدت شیعیانن بله. و اول کسی که ما را به وحدت دعوت میکنه قرآن مجیده، و قرآن مجید مصداق اعتصام را به حبل الله تعیین کرده. حبل الله اون چیز غیر از ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و ولایت ائمه هدا علیهم السلام چیز دیگری نیست. لذا زهرای مرضیه سلام الله علیها فرمودن نظاما للمله. این اطاعت، اطاعت از اهل البیت، باعث نظم ملت اسلامی میشه و اونها را از تفرقه و اختلاف جدا میکنه انشاءالله. خیلی ممنونم از شما، خیلی متشکرم. دوستان بفرمایید میان برنامه، بعد از میان برنامه در خدمت جناب استاد بهره من هستیم با سوالات شما. وقت شما به خیر باشه. الحمدلله در ماه مبارک رمضان توفیق داریم از کنار مزرع شریف نورانی آقا سید شهدا علیه السلام دعاگو و نایب‌الزیاره زیاره شما عزیزان باشیم و در استودیو بین الحرمین برنامه معراج رو به شما عزیزان تقدیم کنیم. با
پارت دوم برنامه همینطور که میدونید پارت سوالات شما عزیزان هست و سوالاتی که برای این برنامه انتخاب شده رو انشاءالله میپرسم از جناب استاد بهرمن تا به جواب برسید شما عزیزانی که همراه ما هستید. بسم الله الرحمن الرحیم. مقداری پول سپرده در بانک دارم برای جهیزیه، آیا به این پول که به عنوان جهیزیه است خمس تعلق میگیرد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مادامی که این پول پوله و به جهیزیه تبدیل نشده و عنوان جهیزیه نداشته باشه، بله اگر سال روی این پول بگذره به این پول خمس تعلق میگیره. از اشیایی که خمس بهش تعلق نمیگیره یکی جهیزیه است. جهیزیه باید جهیزیه باشه، اما پول پوله و عنوان جهیزیه به پول گفته نمیشه. بنابراین به پول خمس تعلق میگیره ولی به جهیزیه نه. یعنی باید این پول رو تبدیل به جهیزیه، تبدیل اشیا بشه، تبدیل بشه به یخچال، بله، لوازمی که به عنوان جهیزیه، فرش، چیزی که مورد نیاز یک خانواده جدیده. متشکرم. آیا شستن پاها بلا فاصله بعد از مسح اشکال دارد؟ نه، وقتی که ما وضوء کامل گرفتیم بعد از وضوء خواستیم پاها رو بشوریم اشکالی نداره، اما اینکه به جای مسح پا بیام پا رو بشوریم این خلاف صریح قرآنه، چون قرآن میفرماید وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین. بله، باید مسح کشید نه پا رو شست. شستن پا بعد از مسح این ایرادی نداره. ممنونم. بیننده بزرگواری گفتن میخواهم نماز میت شرکت کنم و پاک نیستم، آیا درست است؟ نماز میت شرطش طهارت نیست، طهارت از حدث و خبث. اگر کسی وضو نداشته باشه یا غسل به گردنش باشه و غسل نکرده باشه میتونه در نماز میت، در مراسم نماز میت شرکت کنه و نماز میت بخونه، هیچ ایرادی نداره. ولی بهتره، مستحبه که انسان با طهارت باشه، ثوابش بیشتره. شکر. بیننده بزرگوار دیگری پرسیدن که آیا زن پس از قطع شدن خون حیض و نفاس که می توانست قبل از طلوع فجر غسل کند و روزه بگیرد ولی غسل نکرده تا بعد از اذان صبح، آیا روزه صحیح است؟ اگر چنانچه تأخیر غسل از روی اهمال بوده، یعنی میتونسته غسل کنه، عالم بوده به وظیفه‌اش، میدونسته که باید با حالت پاکی وارد اذان بشه، این رو میدونسته ولی اهمال کرده، بله، و این کار نکرده و اذان شد، این روزه اولوزش درست نیست، قضا داره، کفاره هم داره. چون عمدن غسل رو به تأخیر انداخته. اما اگر چنانچه غسل ممکن نباشه، حالتی دارد که نمیتونه غسل کنه، مثلا فرض بفرمود آب برای بدنش ضرر داره، خب عیبی نداره، باید تیمم کنه، تیمم بکنه، با حالت تیمم وارد چه بشه؟ وارد اذان صبح بشه که روزه او مشکلی براش پیدا نشه، اشکال نداره. اما اگر چنانچه این اصلا حکم خدا رو بلد نبوده، یک جاهلیه، نه مقصر، قاصر. مقصر اونی که میتونسته مسئله یاد بگیره یاد نگرفته عمدن، مقصر حکمش حکم عامده، بله. اما اگر نه قاصر باشه، یعنی فکر میکرده اصلا همچی چیزی در اسلام وجود نداره، معتقد بوده که بدون غسل روزش درسته، بله، اینو بهش میگن جاهل قاصر. جاهل قاصر اشکال نداره، اگر با اون حالت روزه بگیره، یعنی روزه گرفته باشه، روزش چیه؟ این روزش درسته و کفاره ندارد. حالا احتیاط خاص بکنه بعدش یه غذایی هم به جا بیارد، ایرادی ندارد. بس فرق هست بین مقصر و بین قاصر. مقصر اونی که
امکان یاد گرفتن مسئله براش بود ولی مسئله یاد نگرفت، نرفته یاد بگیره. بله بله. متشکرم. حکم روزه خانمی که شیرده هست در ماه مبارک رمضان چیست؟ کسی که شیر میده و شیر او کمه، اگه بخواد روزه بگیره، چنانچه روزه برای خودش یا برای اون بچه شیرخوارش یا برای هر دو ضرر داشته باشه و موجب ضعف اونها بشه، حالا چه مادر بچه باشد یا نه دایه باشه و داره بچه شیر میده، این تکلیف روزه فعلا ندارد، این روزه نگیره. ولی چی؟ ولی باید یک مد طعام را برای هر روزی که میخوره یک مد طعام را حتما باید بده، و اگر چنانچه این حالت بکشه تا ماه مبارک بعدی یک مد طعام دیگه هم باید بده، بنابر نظره عده از فقها از جمله حضرت آیت الله شیرازیه. پس اگر چنانچه این حالت شیر دادن مستمر بود از این ماه مبارک تا ماه مبارک بعدی، این دو تا مد طعام برای هر روز باید بپردازه، یکی به خاطر روزه‌ای که در ماه مبارک نگرفته، یکی هم به خاطر قضای آن. یک مد طعام هم یعنی همون سه ربع کیلو گندم یا آردشه یا نانشه که باید به فقیر و مسکین باید بدن. متشکرم. آیا شستن دهان و دندان با مسواک و خمیر روزه را باطل می کند؟ اگر چنانچه چیزی به حلق وارد نشه، نه اشکالی نداره. باید مراقب باشه انسان چیزی وارد حلقش نشه، حتی اگر بی اختیار هم وارد حلقش شد، این مورد اشکاله. مزه چطور هست؟ مزهش نه طور نیست، بوشو احساس بکنه اشکالی نداره، باید مواظب باشه ذراتی وارد حلقش نشه. متشکرم. کسی که امتحان خیلی مهمی دارد، آیا میتواند روزه نگیرد تا بتواند امتحانش را به خوبی بدهد؟ امتحان داشتن این عذر موجهی نیست برای ترک روزه. بله، انسان وظیفش روزه گرفتن در چنین مواردی که امتحان مهم انسان داره و میخواد روزه هم بگیره، با هم منافات اگر داشته باشه، بهترین کار اینه که برد مسافرت، یعنی برد تا 22 کیلومتری شهر بیرون افطار بکنه و برگرده، که هم روزه را عمدن باطل نکرده باشه، بعد یه دونه قضا به جاش میگیره و هم بتونه به امتحان خودش برسه. اما تو شهر باشه و روزه خودش را افطار کنه، این هم قضا دارد هم کفاره داره. بله. سال بعد این که بیننده پرسیدن، هر کس که مریض باشد و چند سالی پی در پی نتواند روزه بگیرد، در صورتی که خوب شد چه حکمی دارد؟ اینه بارها عرض کردیم، اگر چنانچه بیماری انسان چند سال طول بکشه، این قضا به گردنش نیست، فقط برای هر روز باید یک مد طعام به فقیر بده. متشکرم. بیننده دیگری گفتن که پدرم 4 سال است که فلج شده و بر روی صندلی چرخدار می نشیند و روزه نمی تواند بگیرد، تکلیف روزه های او چه می شود؟ خب اگر روزه نمی تواند بگیره و روزه برایش ضرر داره، این تکلیف روزه نداره، قضا هم به گردنش نیست، باید همون یک مد طعام را به شخص فقیر بده. آیا اینجا این میتونیم ما به جای یک مد طعام، به جای خود گندم یا آرد گندم یا نان گندم، میتونیم به فقیر پولش بدیم؟ نه، مگر اینکه مطمئن باشیم که این فقیر این پول را از ما میگیره صرف و نون میکنه، صرف نون میکنه بلی، یا صرف آرد میکنه. متشکرم. به عنوان آخرین سوال هم برای برنامه امشب، بیننده پرسیدن که برای معالجه به دکتر مراجعه کردم، قرص تجویز کرد، حالا این قرص را باید موقع افطار بخورم یا میتوانم در وقتش، وقتی که روزه هستم منظورشون هست،
و چیز دیگری نخورم. منظورش اینه که این قرص رو اگر بتونه این قرص را هنگام افطار بخوره برای ضرر نداشته باشد، همین کار بکنه، هم روزه بگیره هم دوای خودش را در موقع افطار بخوره، اشکالی نداره. اما اگر نه، به وقت خودش اگر این قرص را نخوره ضرر بهش وارد میشه، اینجا تکلیف به روزه گرفتن نیست. باید چکار کنه؟ باید قرص خودش را بخوره، البته برای رعایت حرمت ماه مبارک رمضان. اون روز درست روزه نیست، ولی باید از خوردن و آشامیدن خودداری کنه، احتراماً به ماه مبارک رمضان، و بعدش یک روز چکار کنه؟ قضای آن را به جا بیاره. و اگر چنانچه به تأخیر افتاد این بیماری او، یعنی ادامه داشته باشد، بله، فرصت روز قضای روزه هم نداشته باشه، این دیگه قضا هم ندارد، فقط یک مد طعام باید به مسکین بده. خیلی متشکرم ازتون، خیلی ممنونم. دوستان عزیز از شما هم ممنونم، متشکرم به خاطر انتخاب و تماشای این برنامه. هر جا هستید در پناه امیرالمومنین باشید. یا علی.